بعدی بعد بود بر همه عزیزان هست که ما دوچاری مشکل لحظه‌ای شدیم و امیدوارم که مشکل برطرف شده باشه. در صورت داشتم خدمت عزیزان عرض میکردم که در صورت وضعیت آرایش نیروها در خاورمیانه در ایران و در کل جهان یه وضعیتی به وجود آمده که گویا صفحه شطرنج در سیاست حالت پات پیدا یا اون فضایی که تا یک دو هفته سه هفته یک ماه اخیر بود که گویا همه چیز به سر موی بنده و کار تمام شده است و اوضاع به سمتی داره میره که خلاصه سرنوشت ایران و خاورمیانه رقم بخوره با موزیگیری های جدید، فعل انفعالات جدید و آرایش مجدد نیروها وضعیت هم بغرنجتر شده و هم امکان و یا شانس پیروزی سهل الوصول و آسان برای یک طرف معادله قدرت در این جنگ قدرت از میان رفته و از اون حالت تهاجمی و جنگی که داشتیم یه مقداری خارج شدیم حداقل. علتش رو توضیح میدم. حالا بگذاریم از این که یک سری از این دوستان ایرانی که یه مقداری آدم یواشاش به عقل اینها باید تردید کنه، آقای مثلا فرهودی که خبرنگار کارکشته است کماکان از واژه رهبر جهان آزاد نام میبره، یعنی آقای ترامپ رو رهبر جهان آزاد. اگر ایشون رهبر جهان آزاده و جهان آزاد چنین رهبری رو انتخاب کرده باید گریه کرد برای حال این جهان آزاد. ولی نمیدونم جهان دربند کجاست که ایشون جهان آزاده. استقبالی که در انگلستان از ایشون شد و تظاهرات عظیمی که بر علیه ایشون بود نشون میده حداقل ایشون نماینده افکار عمومی اروپا نیست به هیچ وجه. و اگر دولت های در اینجا یا اونجای اروپا به نام مصلحت های خودشون مجبورن سکوت کنن یا هم نوایی کنن یا در صورت از رو در روی گفتمانی مستقیم با آمریکا بپرهیزن، دلیل این نیست که رهبری آقای ترامپ رو در صورت پذیرفتن و یا الاخر همچه چیزی رو آدم نمیبینه. یا این دوستان ایرانی کاسه واقعا گردتر از آشه. صحنه ای رو به نقل از یک منبع از کره جنوبی دائما پخش کردن که گویا رهبر کره شمالی رئیس هیئت مذاکره کننده کره شمالی رو به طرز فجیع کشته. خب یکم باستا پیدا کرد، چند روز بعد در یک ارکستری در یک به اصطلاح سالن موسیقی که نوازندگان ارتش زنان داشتن به اصطلاح کنسرت اجرا میکردن، رهبر کره شمالی و تیم همراهش من جمله این رئیس هیئت نمایندگی به اصطلاح مذاکره کننده کره شمالی یکم در همون ردیف اول در کنارش بود و در صورت رسانه های جهان آزاد خیلی دروغ میکن، خیلی زیاد متاسفانه، و سعی میکنن دروغاشون رو به خورد مردم بدن. مذاکره کننده ارشد پیونگیانگ همراه با کره شمالی در یک کنسرت شرکت کرد. کیم یونگ جون اعدام نشد. یا اعدام عجیب و غریب، یه تصویر نشون میدادن که
دست این آقا در دست ایشونه، رفتن روی یک سکوی، یک مرتبه زیر پای بابا خالی شد و ایشون فرو رفت پایین و احتمالاً اون پایینم شیر و ببر و پلنگ و ایچیدام تو ذهن آدم میاد که اون پایین این رو خوردن. رسانه‌های کره جنوبی هفته گذشته گزارش داده بودن که کیم یونگ چول مذاکره کننده ارشد کره شمالی اعدام شد. آشویت پرس صبح دوشنبه 13 ژوئن رسانه‌های کره شمالی تصویری از کیم یونگ چول را در یک سالن کنسرت همراه با همسرش منتشر کردند. در این تصویر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در همشون هم کیم جونگ اون و کیم جونگ یکم خیلی سخته. یاد جوک افتاده بودیم که اسکوزاری کره کرده بودن رو رهبرای جمهوری اسلامی که آقای موسوی اردلبیلی رو گفته بودن کنچون بانک یا به اصطلاح جیب رفسنجانی رو گفته بودن جیب چون دانک یا جیب چون بانک. یاد یه چیزا میفتم. در این تصویر میبینیم رهبر کره شمالی در همون ردیف پنج صندلی اون طرف راست نشسته و همراه با مذاکره کننده ارشد کره شمالی به کنسرت موسیقی زنان ارتش گوش میده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا جمعه گذشته در برلین گفته بود از گزارش رسانه‌های کره جنوبی درباره اعدام کیم یونگ چول اطلاع داره و آمریکا در تلاش این گزارش رو بررسی کنه. ماه گذشته کره شمالی درصد موشک‌های بالستیک رو با برد کوتاه آزمایش کرد که آقای ترامپ هم دوست داره که مرد کوچک موشک پران رو همواره مورد تفقد قرار بده. و یا یک مدت یک ماهی هم بود که این آقای گوایدو چهره محبوب ایرانی های جنگ طلب شده بود، مداخله گر، و هر جا نگاه میکردی میبینی که انقریب ونزوئلا به دست آقای گوایدو آزاد میشه و شر دیکتاتوری مادرو خلاص میشه و کشتی های آمریکایی هم در بندر ونزوئلا، بنادر ونزوئلا لنگر انداختن و فلان اینا، و همه چی صحبت از تغییرات لحظه به لحظه بود. ماشاءالله ما ایرانی ها خیلی علاقه داریم به معجزات، اصلا ذهن معجزه‌گر داریم، ذهن امام زمانی داریم، ذهن دست های غیب داریم. یعنی خودمون نمیریم چیز بکنیم به اسلام عامل اصلی دگرگونی و تحول بشیم. همیشه منظر معجزه مذهبیونمون منظر امام زمان، مخالفینمون هم منظر امام زمان غرب، آقای ترامپ و پومپئو و بخصوص بولتن هستن. خب هیچ به فکر این نمی افتن که بازی قدرت این گونه نیست که به این سادگی هر کی هر چه دلش بخواد تو جهان انجام بده. بازی بغرنشتره. خب اگر دست آقای ترامپ و دولت آمریکا بود الان تونسته بود به قول خودش صلح قرن رو تحکیم کنه و جهان رو، جهان قرن 21 رو قرن آمریکایی اعلام بکنه. اعلام هم کرده بودن ولی نتونستن چون بازی قدرت اجازه نمیده. و با تغییر لحن ترامپ هم چی از این دوستان گرامی ما لحنشون تغییر شد که ایدا کرد. از جنگ طلب یه مرتبه همه صلح طلب شدن، از نفرت از رژیم تبدیل شدن به این که این رژیم رو در صورت باید تحمل کرد و مسائل از این دست. و یا دائما میگفتن پول ایران در عراق و سوریه و اینها مصرف میشه. الان یک مقام عربی عراقی، مقام مسئول عالی رتبه عراقی خلاف اینو میگه، میگه هزینه جنگ منطقه ایران رو ایران از جیب بغداد پرداخت میکنه و در صورت یه چیز معروفی ما داریم، میگن ملا دست بگیر داره، دست بده نداره، دست یعنی پول به کسی نمیده. اصیل النجفی یکی از رهبران ائتلاف اسلاف الاعمار و استاندار سابق استان نینوا گفته که
روزانه میلیون ها دلار از عراق قاچاق میشه، بخش اعظم این پول ها صرف جنگ های ایران در سوریه، لبنان، یمن و دیگر کشورهای منطقه میشه. این مقام عالی رتبه عراقی به رسانه های محلی این کشور گفته فساد، ارز فروشی و قاچاق ارز یکی از خطرناکترین انواع فساد در عراقه و این فساد از سوی گروه هایی که در حکومت عراق نفوذ کردن حمایت میشه. حالا کاری ندارم به این که این حرفا چقدر درست است به اینها، ولی الان کشورهای عربی این ساز رو کول کردن که ایران از جیب خودش پول نمیده، از جیب به اصطلاح رسانه های دیگه این پول رو تأمین میکنه، از دور پول دولت های دیگه. در همین رابطه این تغییرات که به اصطلاح به وجود آمده مسائل بسیار زیادی رو در سطح منطقه ایجاد کرده. خب در همین رابطه از زبان رادیو اسرائیل از نارضایتی دولت به اصطلاح اسرائیل رو از زبان مردم ایران بیان کرده. به این جالب است، یعنی به جای اینکه بگه دولت اسرائیل به شدت از سیاست‌های جدید آقای ترامپ ناراحته، گزارش اختصاصی رادیو پیام اسرائیل گفته بسیاری از ایرانیان در داخل کشور از سخنان ترامپ ناخرسند هستند و حتی ابراز ناامیدی میکنند. اینجا هم با دقت میدونه که باید ایرانیان داخل کشور رو بگه، چون ایرانیان خارج کشور منشأ تأثیر جدی نیستن و به همین دلیل باید نارضایتی اسرائیل رو از زبان مردم داخل کشور بر علیه ترامپ به کار ببرن که سیاست ترامپ تغییر کرده. خود این مطلب نشون میده که این تغییرات و جابجایی ها که هر 24 ساعت واشنگتن یه حرف میزنه شگفت انگیزی که مقتدرترین دولت جهان و حداقل ادعای تنها ابرقدرتی جهان رو داره هر 24 ساعت استراتژیش رو تغییر میده. استراتژی جنگ، استراتژی سرنگونی، یه مرتبه استراتژی مصالحه و تغییر رفتار میشه و حتی تغییر رفتارم تغییر میدن به حدود معین، حتی شروط برای مذاکره هم ور میدارن. به این نشون دهنده سلامت در سیاست نیست، نشون دهنده آشفتگی در سیاست. منابع خبری رادیو پیام اسرائیل گزارش میدن که در روزهای اخیر شمار چشمگیری از ایرانیانی که مسئله بحران با ایالات متحده رو دنبال میکنن از اظهارات اخیر پرزیدنت ترامپ و همینطور سخنان برای روز ماک پومپو ناخرسند هستن. پومپو هم گفته که آقا شرطی ما نمیزه، به واسه شرط هم ورداشتن و ابراز نگرانی میکنن که ممکن هست دولت آمریکا برای رسیدن به هدفهای منطقه‌ای و جهانی خودش منافع ملی مردم ایران رو قربانی کنه و آنها را در پیکار برای رسیدن به آزادی و رهایی یافتن از مذلت کنونی تنها بگذاره. حالا من نمیدونم این رادیو در صورت پیام اسرائیل واقعا باور داره که آمریکا میاد جان سربازای خودش رو به خطر بندازه که مثلا برای رهایی مردم ایران کار بکنه، یا ایشون شوخی با ما داره، یا اینکه تاریخ جنگ ها رو، تاریخ سلطه رو، تاریخ قدرت ها و ابرقدرت ها رو نخوندن و یا شنوندگان خودشون رو خیلی کم خرد تصور میکنن. حالا بگذاریم، سعی کرده ناخرسندی تل‌آویو رو از زبان مردم ایران به گوش آقای ترامپ برسونه. این ابراز ناخرسندی که در برخی از موارد حتی به مرحله ناامیدی رسیده در سخنان شمار زیادی از ایرانیانی که اوضاع منطقه و جهانی رو از نزدیک دنبال میکنن بازتاب بیافته. اینا قبول دارم که بیشتر از همه جنگ طلب ها ناراحت شدن، ناامید شدن و اظهار ناراحتی میکنن، به خصوص تجزیه طلب ها و قومگرایان که الان دیگه تنظیم کردن آنتنهای سیاسی خودشون رو با ریاض، آنتنهای واشنگتن رو کشیدن پایین. ناخرسندی از هنگامی آغاز شد که پرزیدنت ترامپ حدود دو هفته پیش در کاخ سفید گفته بود که
او قصد تغییر رژیم ایران رو نداره. خب مگر کدوم ایرانی در داخل ایران تا حالا شنیده شده؟ مگر اینکه این رادیو پیام اسرائیل یه شبکه گسترده از فعالین نظرسنج در ایران داره که هر روز این امکان برایشون فراهمه برن تو کوچه و پس کوچه ها نظرسنجی کنه از مردم ایران. اون چی که بازتاب پیدا کرده از درون کشور و فعالین مدنی و زنان، کارگران، معلمین، روشنفکران و همینا که ناراضی هستند و یا مخالف رژیم هستند و هزینه هم میپردازند، بل اتفاق تماما مخالف جنگ بودن و حتی تحریم. پس بنابراین این بازتاب دهنده نظرات اونها نمیتونه باشه، بلکه بازتاب دهنده نظرات قومگرایان واخورده و مثل کفتار منتظر این هستن که جنگی بشه و لاشخوروار بروند و تکه های گوشتی از ایران رو جدا بکنن و ببرن. برای اونا این اتمسفر جنگ کاهش پیدا کنه بسیار نگران کننده است، برای مجاهدین بسیار نگران کننده است، ولی برای ایران دوستان که ایران دوستان دموکرات و آزادی خواهی که خواهان تحول در ایران به دست مردم ایران هستند، به هیچ وجه مشتاق جنگ نیستند و به هیچ وجه مشتاق این نیستند که خارجی ها بیایند و این وظیفه جابجایی رو به عهده بگیرند که قطعاً آمریکا هم به هیچ وجه سربازای خودش رو به کشتن نمیده، هزینه های سنگین متقبل نمیشه که بیاد و این رژیم رو بندازه و بعدش بگه یک نیروی دموکرات هم پیدا بکنند و بیان بزن سر جا و بگو تو به خیر ما به سلامت. ناخرسندی از هنگامی آغاز شد که پرزیدنت ترامپ حدود 2 هفته پیش در کاخ سفید گفته که او قصد تغییر رژیم رو نداره، بلکه تنها هدفش تغییر رفتار و حکومت است در صحنه منطقه‌ای و جهانی، حتی به اصطلاح در صحنه داخلی هم چیزی نگفت. منظور پرزیدنت ترامپ اون بود که رژیم ایران از برنامه موشکی و اتمیش دست برداره و دخالت جنگی در کشورهای همسایه را متوقف بکنه و کمک‌های پولی و تسلیحاتی به سازمان‌های تروریستی را قطع بکنه. این بخش از صحبت‌های پرزیدنت ترامپ در طول 2 سال اخیر بارها بر زبان آورده شده. تحلیلگران برون مرزی بر این گمان هستند که پرزیدنت ترامپ با شیوه تاجر مآبانه ترامپ شیردل این مرتبه شد توسط رادیو اسرائیل و اینا به پرزیدنت ترامپ با شیوه تاجر مآبانه با این سخنان کوشید با سران رژیم ایران آرامش خاطر بده که آمدن بر سر میز مذاکره با ایالات متحده منجر به برافتادن حکومت اونها نخواهد شد. ولی به گفته منابع خبری رادیو پیام اسرائیل در داخل ایران، این بخش از سخنان پرزیدنت ترامپ به هر هدف و مقصودی که گفته شده باشه و هر اندازه هم که صادقانه با صداقت یا فریب در اون صداقت یا فریب در اون نهفته باشه، موجب نگرانی و حتی ابراز یأس گروهی از مردم شده. به گفته منابع خبری آنچه برداشت بر شدت یأس و نومیدی میافزایه سخنان دروز پیش وزیر خارجه آمریکا پومپئو باشه که اعلام کرده دولت واشنگتن آمده است بدون هیچ پیش شرطی گفتگوها را آغاز کنه. سخنان پومپئو در افکار عمومی برخی از ایرانیان به عنوان عقب نشینی از مواضع ایالات متحده و تلاش برای سازش با حکومت کنونی ایران تلقی شده. آنچه ممکنه به شدت ناخرسندی و حتی نومیدی گروه های از مردم ایران را بیفزایه، من فکر کنم مشخص ناراحت نومیدی کیاست، نومیدی قومگرایان تجزیه طلب و مجاهدین و جنگ طلب هست دیگه. عدم ورود ناو هواپیما بر ابراهام لینکن به هوای خلیج فارس پس از تهدیدهایی است که در روزهای گذشته از زبان برخی فرماندهان شنیده شده داره تحریک میکنه آمریکا که نترس، جا خوردی تهدیدات پاسدارات رو ترسون، تحریک آمیز کاملا. برخی تحلیلگران برون مرزی میگن که این انتظار از جانب مردم ایران که ایالات متحده به طور مستقیم برای برانداختن رژیم ایران اقدام بکنه، مستقیم یعنی جنگ، اجرای دیگه نداره،
یعنی مستقیم برای برانداختن رژیم را اقدام بکنه و آزادی ایرانیان را روی سینی طلا با آنها تقدیم کنه، در صورت البته میگه انتظار غیر واقع بینانه است. آنها میگویند روزی که ملت ایران خود به صحنه بیاد و فعالانه برای برانداختن رژیم سینه سپر کنه، بی تردید از پشتیبانی قاطع دولت آمریکا برخوردار بشه و ما هم امیدواریم که مردم ایران چنین بکنند و نه تنها دولت آمریکا بلکه مهمتر از اون ملت آمریکا، ملت آمریکا بیان پشت و پشتیبان ملت ایران بشن، ملت های جهان. اینا بهتره تا دولت ها. دولت ها الزاماً بیانگر افکار عمومی و منافع هر ملتی نیستن، هیچ دولتی نیست. اما دولت آمریکا هم گرچه انتخابات آزاده، ولی ما میبینیم که بسیار همه برابرن، ولی یه سری برابرها برابرترن. مثلا فرض کن فلان کارخونه دار اصل احساس با یه رای دهنده کارگر یا دهقان چیز تأثیر گذاریش رو سیاست یکیه واقعا. اینا که دیگه شوخیه. این پرزیدنت آمریکا پرزیدنت مردمه یا پرزیدنت اصل احساس ها، شرکت های نفتی، نظامی و اینا، قماربازا، بورس بازا، بانکدارا، اینا تأثیر گذارن، تعیین کنندن یا مردم عادی. این پوشش و ظاهر قضیه بسیار خوب هست که ما میبینیم، ولی واقعیت رو بازتاب نمیده، تمام واقعیت رو بازتاب نمیده. البته چه این وضعیتی که به وجود آمده، آقای ترامپ هم از این وضعیتی که در اسرائیل به وجود آمده بسیار نگران است و ناراحته. انتقاد ترامپ از آشفتگی در سیاست داخلی اسرائیل، آن چیزی که گفته میشد ممکنه در ماه رمضان به اصطلاح جنگ شعله ور بشه، یکی از پارامترهای مهمش اسرائیل بود. ریاض، تل آویو، واشنگتن، مثلث، هر سه ضلع مثلث توی این فاصله دچار مشکلات عدیده شدن و در نتیجه این بحران در این سه کانون هست که خطر جنگ رو کاهش میده و قدرت تصمیم گیری رو کاهش میده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضعیت سیاسی اسرائیل رو در پی شکست بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت جدید این کشور آشفتگی کامل توصیف کرد. یعنی ضلع بسیار مهم جنگ، احتمال جنگ و ضریب جنگ رو به شدت بالا می برد دولت جنگ طلب نتانیاهو بود، که الان دیگه خود آقای ترامپ هم وضعیتی رو توصیفی که داره از وضعیت اسرائیل میگه آشفتگی کامل. به گزارش رویتر، دونالد ترامپ پیش از ترک واشنگتن به سوی سفر رسمی به بریتانیا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید افزود که او از وضعیتی که اسرائیل دچار اون شده خوشحال نیست و افزود که اسرائیلی ها باید هماهنگ بشن و به گفت بی بی، یعنی لقب نتانیاهو در میان دوستاش هستش، دوباره انتخاب شد و حالا آنها باید دوباره به سوی انتخابات برن. این موضعه که آقای ترامپ میگه تازه دوباره باید برن چون نتونست دولت تشکیل بده، میگه این موضعه که سخنان آقای ترامپ دو این واکنش علنی او به بنبست سیاسی در روزهای اخیر در اسرائیل. ایشون پنجشنبه گذشته در حالی که نتانیاهو را فرد عالی توصیف کرد و گفت به نظر می رسید که پیروزی نتانیاهو حتمی است، اما آنها حالا باید انتخابات را تکرار کنند. خیلی حیف شد سخن آقای ترامپ. دولت ترامپ پیش از انتخابات 20 فروردین اسرائیل دو درخواست مهم نتانیاهو را برآورده کرد. حاکمیت اسرائیل بر جولان این هدیه رو داد که مردم بیشتر برن از آقای نتانیاهو حمایت کنن، جولان رو بخشید به رسمیت شناخت برای اسرائیل. و دومین اقدامی کرد، کمک میکرد به نتانیاهو، کلیت سپاه پاسداران ایران رو در فرست تروریستی اعلام کرد. این دو تا هدیه بود که ترامپ
به آقای نتانیاهو داده بود که یک پیروزی درخشان برای آقای نتانیاهو باشه در عرصه سیاست بیرونی تا جایگاه اون رو برای تعیین دولت بالا ببره. اما حزب آقای لیبرمن که گرایشات بسیار تند و صریح و روشن و آشکار نسبت به روسیه داره و طرفداران اون از روسای مهاجر هستند، یهودیای روس مهاجر به اسرائیل هستند، با 4-5 کرسی که دارن در پارلمان این وضعیت رو ناکام کردن و در نتیجه دولت ائتلافی نتونست بعد از انتخابات اسرائیل، در حالی که حزب لیکود برابری نتانیاهو 35 کرسی معادل حزب رقیب آبی سفیدش برابری بنی کانتز کسب کرده بود 55% 35 کرسی 35 کرسی هم رقیب ران ریلیون رئیس جمهوری کشور نتانیاهو رو مأمور تشکیل دولت کرد، زیرا شواهد نشان میداد دست کم 65 نماینده مجلس از میان 120 عضو کنست از نخست وزیری رو حمایت کنند. اما ایگور لیبرمن رهبر حزب اسرائیلی خانه ما اصرار داشت برای پیوستن حزبش با 5 نماینده به ائتلاف دولت باید قانون تازه برای خدمت سربازی مردان مذهبی تندروی ارتدوکس تصویب بشه. احزاب مذهبی که حاضر به ائتلاف با دولت نتانیاهو بودند به شدت با این قانون مخالفت کردند. خب برای سوال خوشبختانه شخصیتی ما تو تاریخ داریم مثل رضا شاه که آمد همچه امتیاز رو که آخونده داشتن که سربازی نمی کردن رو لغ کرد و محمد رضا شاه هم ادامه داد. ولی تو اسرائیل اینایی که میگن نخستین دموکراسی خاورمیانه و مهمترین دموکراسی خاورمیانه، تو اینجا نیروهای مذهبی و ارتدوکس تندرو این فقط اینا، نه همه مذهبه، نه همه یهودی ها اینا معافیت از سربازی میخوان، درجه میهن پرستی این رو نگاه بکنیم که اولین وظیفه هر انسانی که به سن بلوغ میرسه 18 ساله میشه باید مسئولیت در قبال میهنش بپذیره و چیکار کنه؟ بره سربازی. که مخالفین رضا شاه بسیار قوی بودن، فقط آخوندها نبودن که میخواستن برای طلبه ها معافیت داشته باشن، خانها هم تن نمیدادن، ایلات اشایر هم تن نمیداد و وفاداری به رهبر ایل مهمتر از وفاداری به رهبر دولت بود و این نوع جا به جای این وفاداری ها در ایران بسیار سنگین و پرهزینه بود که وفاداری از رهبر ایلی رو به وفاداری به دولت مرکزی تغییر بدن و این یک گام مهم در جهت تشکیل دولت ملت مدرنه و این نشون میده که در اسرائیل هنوز دولت مدرن ظاهرا سر کار نیامده. لیبرمن رهبر حزب اسرائیلی خانه ما اصرار داشت برای پیوستن حزبش با اینها باید این قانون معافیت لغو بشه، در صورت نتونست چیز بکنه. کنست پارلمان اسرائیل در روز بر روزی منحل شد که جارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ برای گفتگو در مورد صلح طرف صلح آمریکا موسوم به معامله غرب بیت المقدس اورشلیم رفته بود. بنبست سیاسی اسرائیل سرنوشت این با مسئله صلح غرب را با ابهام زیادی روبرو کرده که گفته میشه این تر مخالفین سرسختی در سطح جهان و منطقه داره، امکان پیروزیش بسیار ضعیفه و در این زمینه مخالفت هایی که صورت گرفته از طرف خود فلسطینی ها اولین واکنش های تند رو انجام دادن. محمود عباس در صورت رئیس دولت خودگردان فلسطینی با انتقاد شدید از معامله غرب و نشست آتی بحرین این طرح آمریکایی را معامله ننگین توصیف کرد و افزود معامله غرب به جهنم واصل خواهد شد. گزارش خبرگزاری رویتر ایشون در مراسمی در رام الله تاکید کرد حل مسئله سیاسی فلسطین بیش از مسئله اقتصادی اون اهمیت داره و نباید برای فروش توهم‌های میلیاردی خود که چشداشی با آن نداریم تلاش کنن، چرا که اون رو نخواهیم پذیرفت و مسائل ما
در ابتدا سیاسیه، چون در بحرین و دولت عربستان و این بن سلمان در 12 میلیارد پول پیشنهاد داده بود که به آقای محمود عباس داده بشه و اونا در قبال اون تن بدن به این معامله قهر. اما مخالفین باز هم بیشتر و بیشتر میشن تو این زمینه. در این رابطه پادشاه اردن یکی از سرسخت‌ترین مخالفین، البته بنا به اون شیوه خودش مخالفت‌هاش رو سریع آشکار و تبلیغاتی بیان نمی‌کنه و مخالفت‌های خودش رو پنهان‌تر بیان می‌کنه. در این رابطه چی میگن، ایشون اردن تحت فشار شرایط مجبور شده که از شرکای سنتی خودش بیشتر عربستان سعودی روی برگردونه و مذاکره با بزرگترین دشمنان منطقه ریاض را آغاز کنه. مذاکرات پشت پرده خیلی زیاد است و اینا به تدریج گوشه هایش میاد بیرون و این جالبه. و مذاکره پشت پرده پادشاه اردن هم با ایران آغاز شده و روزنامه تایم در گزارش به نقل از مسئولان اردنی نوشته پادشاه اردن که عنصر اصلی زیرساخت‌های امنیتی غربی‌ها در منطقه خاورمیانه محسوب میشه، از زمان تأسیسش اینگونه بوده. قبلا مهمترین موره کلیدی در خاورمیانه برای انگلیسی‌ها سلطان حسین بود، الان هم بعد از اون پسرش که الان پادشاه هست و اهمیت داشته. طی چند ماه اخیر مذاکره با ترکیه و قطر را آغاز کرده و تا گام های قابل توجهی به سمت ایران برداشته. این روزنامه عربی گفته این تغییرات ضروری بوده به دلیل جدیت تظاهراتی اتخاذ شده که اردن به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشورش و کاهش کمک های مالی عربستان سعودی از اقتصاد اردن شاهدش هستیم که عربستان و امارات بخصوص با حربه دلار و پول های نفتی، دلار های نفتی، در صورت دولت های مثل مصر، اردن و کشورهایی که ضعیف تر هستن مثل سودان و اینها را زیر فشار قرار میده و یا پول های زیادی رو پیشنهاد میکنه که در صورت پذیرش سیاست های عربستان اون پول ها داده میشه. ولی با وجود این مصر بسیار زیرکانه هم از این پول ها استفاده میکنه هم دم لای تله نمیده. توی هیچ کدوم از طرح‌های ماجراجویانه پادشاه و ولیعهد سعودی گرفتار نشده، نه در جنگ یمن خودش گرفتار کرد و نه در جنگ احتمالی و رودرروی نظامی با ایران خودش گرفتار میکنه و حتی پاکستان هم با وجودی که باج‌های گران کلانی از عربستان گرفته، مصر هم همینطور، ولی هیچ کدوم این دو تا دولت وارد ماجراجویی‌های عربستان نشدن و نخواهند شد. تایمز به نقل از منابع حکومتی اردن عنوان داشته عربستان سعودی از همپیمانان منطقه خودش از جمله اردن میخواد که به سمت حامیان اون کشور متمایل بشن و همبستگی بیشتری در ارتباط با تحریم قطر و مقابله با ایران از خودشون نشان بدن. یه مقام اردنی دیگه به این روزنامه گفته روابط ما با منافعمان بستگی دارد، به هیچ اختلافی با ترکیه یا قطر یا حتی ایران نداریم، فاصله بین ما همچنان به دستاوردهای بستگی داره که اونها را به دست میاریم. در صورت نقش اخوان المسلمین در اینجا بسیار بسیار مهمه. هنوز گرچه به اصطلاح از قدرت در مصر به زیر کشیده شدن، ولی هنوز یک پارامتر بسیار مهم و پنهان در فعل انفعالات خاورمیانه است که نقش بازی میکنن. اینا کوشش فراوان میکنن که کشورهای مخالف سیاست عربستان رو به هم نزدیک کنن. هم در قطر بسیار نفوذ دارن، هم در اردن، هم در مصر، هم در ترکیه و حتی در ایران. این پارامتری است که متاسفانه ما تحلیلگران ایرانی روی نقش اخوانی ها در ایران کار نکردن که از کجا آغاز شد و تا کجا ادامه داره. و در همین رابطه روزنامه عربی تأکید میکنن که مذاکرات پشت پرده بین مصر و
ایران هم آغاز شده و با وساطت هم عراقی ها هم روسا در این زمینه. در صورت السیسی که واقعا شاهکاریست از اخازی، یعنی عربستان رو بسیار بسیار پول گرفته و امارات رو، این دوتا رو واقعا بدون اینکه کوچیکی رو امتیازی به اینها بده، ولی از موقعیت و جایگاهش در جهان عرب و جهان اسلام و حضور منطقهش در خاورمیانه و آفریقا و بخصوص تاثیرگذاریش در شمال آفریقا، از این موقعیت حداکثر برداری رو کرده. السیسی در سخنرانی خودش که در جریان نشست ملی جوانان مصری مطرح کرد، در خصوص درگیری‌های مذهبی بین شیعه و سنی گفته که عامل مهمی در تنیزدائی منطقه است، باید این وارد بازی دعوای شیعه و سنی نشیم و اون چیزی است که عربستان به شدت خواهان اون است و ایران هم حتی پرهیز میکنه، چون به سودش نیست وارد این جنگ شیعه و سنی میشه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که رهبری جهان اسلام رو داشته باشه، حالا که شیعه‌ها رو کاملا داره ارگانیزم کرده، فعالم کرده، الان قصدش تاثیرگذاری رو جهان سنی هم هست. السیسی در این سخنرانی خودش که در جریان نشست ملی صورت گرفته، در صورت در روابط دولت‌های خلیج فارس و ایران بیان کرده که دولت‌های مختلف رو به دوری از فتنه انگیزی و بر اساس مسائل دینی و مذهبی فرا خونده که این مخوف‌ترین جنگی است که میتونه در خاورمیانه به وجود بیاد، جنگ مذهبی، و این رو پرهیز کنید و دوری بگذارید از جنگ مذهبی. منابع دیپلماتیک مصری میگن که قاهره سعی در ایفای نقش برای کاهش تنش میان ایران و عربستان رو داره بازی میکنه و پشت پرده با تهران با مشارکت روسیه هم داره تلاش میکنه. سیسی اخیراً به محمد بن زائد ولیعهد ابوظبی در ملاقات اخیرشون در قاهره از ملاحظه روسیه برای اجتناب و جلوگیری از ورود به روی مسلح با تهران گفته. یعنی مشخصا سمت اساسی که السیسی انتخاب کرده رو در روی با روسیه نیست، نه اینکه کمپلت سیاستونو بپذیره، ولی این سیاستایی که به تقابل رو در روی با روسیه میانجامده رو اجتناب میکنه. اینو از این منبع مطرح میکنه که سیسی نظرات مشترکی با مسکو در مورد عدم استقبال هر جنگی در منطقه خلیج فارس داره. روابط صلح‌آمیز فعلی بین ایران و مصر عمدتا نشأت گرفته از روابط در حال گسترش و گرم آقای السیسی و پوتینه. در دو سال گذشته السیسی کانال‌های ارتباطی متعددی رو با ایرانی ها از طریق عراق باز کرده، خصوصا با برقراری رابطه با نیروهای نزدیک به تهران در بغداد، و نقش بسیار فعالی رو به اصطلاح در بهبود روابط ایران با مصر رو بغداد و همینطور کویت هم این نقش رو بازی میکنه، چون کویت هم از رو در روی جنگ خلیج فارس بین ایران و عربستان و همپیمانانش به شدت پرهیز میکنه و همینطور قطر و همینطور عمان. در صورت با توجه به این اوضاع، این مسئله قطر هم توی این جریان کنفرانس مکه چیکار کرد؟ جانب ایران رو گرفت. بغداد هم جانب ایران رو گرفت. واکنش دمشق هم با اجلاس مکه کاملا جانب ایران رو گرفت. و اولین بار است که در صورت خلاصه ناکام میمونه کاملا. پس یه ناکامی در اسرائیل داریم، دومی ناکامی هم ریاض در پیش گرفته. واشنگتن هم در رهبری سیاسیش بحران است و سیاست روشن و شفاف و استراتژیکی نه در قبال کره داره، نه در قبال ایران داره، نه حتی در قبال ونزوئلا داشت، و حتی در جنگ تجاری سختی که بین چین و آمریکا درگیر شده استراتژی روشنی نداره. هر روز به روز مرگی افتاده این سیاست. با توجه به این اوصاف واشنگتن پست میگه پومپو درباره موفق بودن معامله غرب تردید داره و با زور نظامی هم نمیشه مشکل حل کرد. اون چیزی که احتمال میرفت به خاطر پیشبرد این معامله غرب، آمریکا اگه لازم باشه حرکت نظامی هم میکنه، الان میبینی که بحران تو
همه کانونهای پیشبرنده معامله غرب افتاده. روزنامه واشنگتن پست با استناد به محتوای یک فایل صوتی از نشست محرمانه مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با رهبران بزرگترین مؤسسات یهودی در واشنگتن گزارش داده. پومپو نسبت به موفق بودن طرح صلح آمریکایی در خاورمیانه موسوم به معامله غرب مردد شده. پومپو در این نشست که 28 ماه در 28 ماه می برگزار شده گفته میتوان گفت که این طرح غیر قابل اجراست و بی نتیجه خواهد بود. وی در این حال ابراز امیدواری کرده که این طرح بلافاصله رد نشه و اگرم گذاشته میشه کنار تدریجا گذاشته بشه که آبروریزی به بار نیاره. وزیر خارجه آمریکا افزود رد طرح مذکور ممکنه ولی سوال مهم اینه که آیا میتونیم فضای کافی رو برای انجام مذاکرات واقعی در مورد چگونگی آن به دست بیاوریم یا خیر؟ این سوال اصلیه. ایشون خاطر نشان کرد که رونمایی از این طرح بارها به تأخیر افتاده و مسائل عدیده را برای خاورمیانه وجود آورده و تا مسئله خاورمیانه هم مسئله فلسطین دولت اون حل نشه طبیعتاً این بحران‌ها در خاورمیانه باقی خواهد ماند. در همین رابطه این تردیدها، این تردید به آقای ترامپ هم سرایت کرده و در مورد اینکه الزاماً معامله غرب صورت بگیره مشکلاتی رو ایجاد کرد. دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار است به وسیله مشاورینشون و سخنگویانشون بیان شد شرط کشورهای عرب خلیج فارس برای مذاکره با ایران چی است؟ پایان دادن به تهدیدات، توقف مداخله در امور منطقه، پایان دادن به اشغال جزایر اماراتی، توقف برنامه هسته‌ای موشکی، توقف حمایت از گروه های افراطی، پایان دادن به کاربرد نام خلیج فارس. در صورت موافقت ایران با این شروط ریاض آماده مذاکره است. و در همین زمان که این کنفرانس مکه هست و خواسته ها و نیت اصلیشون این هست در مورد ایران جزایر اماراتی رو ما از اشغال در بیاریم تحویل بدیم، کنفرانسی در فرانکفورت به وسیله خودفروختگان ایرانی به نوکران عربستان برپا میشه. همین کنفرانس قومگرایان که همون افراد دوازدهگانه، گروه های دوازدهگانه سنتی همزمان برای تکمیل فشار عربستان به ایران تحت عنوان فدرالیزم و امثال هم و الاخر به یک میتونن هم خیلی هم فدراتیو این رو جدا کنن. مثلا فرض کن یه نظرسنجی تحت نظارت مثلا فرض کن سازمان ملل در این جزایر انجام بدن، همون کاری که در بحرین کردن، رأی آورد آقا اینا میخوان جدا بشن برن به پیونده به امارات. همونطور که مگه شما دموکرات نیستین؟ مگه شما حقوق بشری نیستین؟ مگه شما فلان نیستین؟ آزادی خان نیستین؟ خب مردم کردستان رأی گیری کنه، رأی میدن میخوان به کردستان عراق بپیوندن، مثلا میخوان کردستان بزرگ بپیوندن. اینجا ببین که چگونه است، چگونه است که به اصطلاح این دغلبازی های به نام دموکراسی و حقوق بشر و فدرالیسم و اینها در خدمت اهداف شومترین جریانات منطقه‌ای و جهانی قرار میگیره برای تجزیه کشور و جنگ طلبان به اعتقاد من در خدمت این پروژه بودن و هستن و معاملاتی که بین مجاهدین و شیوخ عرب صورت گرفته برای دادن سه جزایر کاملا توی این بازی کاملا به چشم میخوره و کاملا هوشیار دهنده است. و من بسیار سخن این انسان بزرگوار رو تأکید دارم روش، دوست گرامی جناب طباطبایی، سید جواد طباطبایی تبریزی رو کاملا به حق میدونم. و هر ایرانی وقتی وارد هر گفتگوی میشه، هر مذاکره با هر گروه سیاسی، شخصیت سیاسی ایرانی این رو ملاک خودش قرار بده، این معیار سنجش، بگه من نمیدونستم فلان اینا نیست. ایشون تاکید میکنه در جواب به من، یک دقیقه اجازه بدید، در جواب به اینهایی که فدرالیست میخوان مثل این آقای خاتمی، سوگولی داووس، سوگولی بیلدربیلد های جهان، سوگولی حکومت جهانی که قصدش نابودی ایرانه، گفته
تا دهه پیش هنوز ایران مخالفینی در داخل یا خارج داشت که می توانستند نیروی ایرانی به شمار بیایند، اما به دنبال دگرگونی‌های در رابطه نیروها در منطقه و بیشتر از آن در سطح جهانی، جریان‌های مخالف نیز ایجاد شده که نمی توان آنها را مخالف سیاسی در معنای دقیق کلمه خواند. هر شهروندی حق داره با حکومت مستقر موجود مخالف باشه و تا مبارزه کنه برای سرنگونیش، گروهی برای مخالفت تشکیل بده، سازمان تشکیل بده، حزب، برنامه برای تغییر یا اصلاح اساسی داشته باشه. اینا همه حق طبیعیه، اما پیکار با اساس یک کشور مخالفت سیاسی نیست. جنگ برای نابودی کشوره که مخالفت سیاسی تنها میتواند در درون آن ممکن شود. متوجه هستی؟ اونهایی که با اساس و ملت، با اساس دولت ملیت سازی میکنن و و و و و و اینا دشمنان ملتن، دشمنان ایرانن. با اینا وارد، هر کس وارد مذاکره بشه و گفتگو بشه، به اعتقاد من مثل خودشون هست، تجزیه طلبه و آنارشیسته و یا ایران برباده. فکر میکنم اینا ملاک قوی است برای سنجش دوست از دشمن. سپاسگزارم.